پایوازان یک بیمار کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن شماری از پزشکان را لت و کوب کردند. معاون وزارت صحت عامه میگوید که پایوازان این بیمار هنگام پزشکی را لت و کوب کردند که این پزشکان مشغول درمان این بیمار بودند. در مرحله‌ای که دکتر ما، نرس و پرسنل صحی ما جان خود به کف دست گرفته، حاضر آمده قربانی هست تا صحت و سلامت شهروند خود حفظ کنه، ای برخورد موجب تضعیف روحی دکتر میشه، ای برخورد موجب بسته شدن شفاخانه ها میشه. اما پایوازان این بیمار نخواستند درباره این رویداد چیزی بگویند. اینجا قانون مقا شده گوارا میده که مشاور صاحب سه نفره گرفتن گوار کردن که بوک زدن در فرقش در کلاوی هاش. اما در اینجا گورستان 500 فامیلی کابال بسم الله همراه با هفتن دیگر از دوستانش گورکنی میکنند. او میگوید که به علت مبتلا نشدن به ویروس کرونا جسدهای بیماران کووید 19 را دفن نمی کنند. شما بگیری قبر بکنی، پدر ما کرولا داره. ما گفتم پدر، گفتن گفتم ما اینجا حکومت مرا گفته که کرولایی را دفن نکنی. شاه محمود اینجا در گورستان شهدای صالحین از 25 سال به این سو گورکنی می کند. شاه محمود میگوید که کارش همانند گذشته عادی است، اما بیکاری و ناداری مردم بر دستمزد آنان اثر بد گذاشته است. به تازگی یک بیمار کووید 19 را دفن کرده است. یک سیاست را آورد که 80 سال عمر داشت، او را به این شکل دوا پاشی و چیزا کرد، ما او را دفن کردیم و کده از او بچار گردش گشتیم. ما شکم از او تقریبا 20 روز تیه شد، حتی از او از پیش ما زنگ میزد سوال میکرد که شما چطور هستی، گفتیم ما صحت مانه تا 4-15 روز زنگ زد. اما وزارت صحت عامه میگوید که کسانی که به علت بیماری کووید 19 جان میدهند، جسد آنان ضد عفونی میشوند. جسد به صورت نرمال دفن کنن، جای نگرانی و ترس نیست، اما از ایجاد تجمعات حول جسد و محل تدفین و در مراسم جنازه و فاتحه جلوگیری جدی صورت. تا کنون 3392 تن به بیماری کووید 19 در کشور گرفتار شدند که از این میان 104 بیمار جان باختند.